در ویدیوی امروز بهت آموزش میدم چطوری میتونی شانس دیده شدن پست‌های پینترست خودتو در صفحه اول گوگل افزایش بدی و با این کار بتونی کسب درآمد دلاری داشته باشی. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش. سلام، به این آموزش خوش اومدید. کاری که امروز ما میخوایم انجام بدیم این هستش که ترافیک ارگانیک رایگان رو به صفحه پینترست خودمون بیاریم و با این کار شانس دیده شدن ما در گوگل افزایش پیدا بکنه. یعنی اینکه وقتی که کسی میاد راجع به یک موضوعی سرچ بکنه، صفحه پینترست ما و اون بوردهایی که ما ایجاد کردیم و اون پین هایی که ما ایجاد کردیم رو بتونن که ببینن. اگر شما وبلاگ داشته باشید، وبسایت داشته باشید و پینترست هم رو اون موضوع فعالیت بکنید، میتونید که درآمد خوبی رو داشته باشید. مثلا اگر شما دارید محصولی رو بازاریابی میکنید در زمینه افیلیت مارکتینگ، یا اینکه شما خدماتی رو دارید ارائه میدید روی محصول خاصی، شانس دیده شدن شما افزایش پیدا بکنه. کاری که ما باید بکنیم این هستش که بیایم و ببینیم که رو چه موضوعهایی میتونیم کار بکنیم، که گفته بودم که رو هر موضوعی نمیتونید کار بکنید. برای شروع ما باید روی یک کلمه کلیدی کار بکنیم برای پینترست. مثلا اینجا وارد گوگل میشیم و من اینجا فروت پلاتر رو سرچ میکنم، یعنی بشقاب میوه. وقتی که به پایین اسکرول میکنیم میبینیم که لینک پینترست اینجا اومده، یعنی اومده گفته که 450 تا از بهترین فروت پلاترها هست. وقتی که روی این کلیک میکنم میبینم که اینجا پین های بسیار زیادی رو ایجاد کرده. این شخصی که اینجا دارید میبینید 452 تا پین اینجا داریم اینجا میبینیم. وقتی که باز به پایین اسکرول میکنم میبینم که باز هم 240 تا دوباره باز اومده، یک شخصی پین درست کرده اینجا زده و اومده پین های مختلف رو راجبه بشقاب های میوه اینجا درست کرده. اما من نمیتونم که کلمات کلیدی رو به صورت تصادفی بیام ایجاد بکنم. در واقع کاری که من باید بکنم این هستش که بیام راجع به این کلمات کلیدی تحقیق بکنم. خب وقتی که ما از این قسمت وارد پینترست ترندز میشیم، در اینجا میتونیم عبارت خودمون رو و اون عبارتهای خودمون رو سرچ بکنیم و همونطور که میبینید بشقاب میوه که ما سرچ کردیم بسیار بسیار روند سودی داشته. این نمودارش هست که دارید اینجا میبینید به چه صورت بوده، اومده پایین و دوباره اومده بالا در تاریخ‌های مختلف و دوباره باز اینجا که ما الان هستیم باز هم سیر سودی داشته به سمت بالا و اینجا هم داره نشون میده که چند درصد خانم هستند و چند درصد آقا هستند که دارید کاملا مشاهده میکنید. 86 درصد خانم هستن. کلن پینترست عده خانم ها بسیار بسیار بیشتر هست. این هم تعداد در واقع سن و سال هایی هستش که دارید میبینید و اینجا شما میتونید اون پین های محبوبی که تو این زمینه تو این موضوع بوده رو اینجا ببینید و میتونید از اینها در واقع ایده بگیرید و شما هم همین کار رو انجام بدید. اما برای ایده گرفتن که ما در چه موضوعهایی میتونیم پینترست خودمون رو ایجاد کنید هم قبلا بهتون گفتم، وقتی که از این قسمت وارد ترندز ها میشید شما در اینجا میتونید موضوعات مختلفی رو انتخاب کنید که معمولا ترند هستن. مثلا نیلز رو که وقتی که میزنیم میبینید که کلن در واقع صعود بوده و خیلی خیلی عالی بوده و 49 درصد 18 تا 24 سال بوده و 25 تا 34 سال 30 درصد بوده و اینها پاپولارها هستن، یعنی اون پست هایی هستن که محبوب هستن. شما برای اینکه پستاتون رو ایجاد بکنید و کلن پین هاتون رو ایجاد بکنید توجه داشته باشید که دقیقاً مانند همین ها میریم جلو، یعنی دقیقاً مانند همین پین هایی که شما در واقع ایجاد شده باید شما هم ایجاد بکنید. در مورد عنوان و دیسکریپشن این پین ها هم باید دقت داشته باشید که حتما کلمات کلیدی استفاده کنید. ببینید شما باید
تو اون موضوعی که هستی، تو اون موضوعی که میخواید پین ایجاد بکنید، حداقل 10 تا 12 تا از پیج های خیلی پربازدید، در واقع رقباتون رو بیاید در زمینه این که چه اسمی رو انتخاب کردن، چه توضیحاتی دادن برای هر پین، چه عنوانی رو انتخاب کردن. شما باید با این سبک روش بیایید و صفحه پین خودتون رو ایجاد بکنید و الگو برداری باید بکنید تو اون موضوعی که دارید کار میکنید. اما در اینجا همونطور که میبینید، مثلا من اگه این رو بزنم، این الان یک محصولی هست به نام، یک محصولی هست که از سایت شاین اومده. این شاین یک سایتی هست که دارید میبینید، افیلیت مارکتینگ هم شما میتونید در این سایت کار بکنید. یعنی الان مثلا این آیدی این شخص هست، این لینک این شخص هست که اگر شما خرید بکنید به اون شخص پورسانت داده میشه. به عنوان مثال وقتی که من در گوگل سرچ میکنم افیلیت شاین، به شاین افیلیت پروگرام، این صفحه برای من میاد که در این صفحه شما میتونید کار ثبت نامتون رو انجام بدید. اینجا به عنوان مثال نوشته که 10 تا 20 درصد به شما کمیسیون داده میشه. پس میبینید که کسایی که در پینترست در این موضوع دارن کار میکنن، بیشتر افیلیت شاین رو دارن کار میکنن، یا اینکه اصلا خودشون فروشنده هستن. از این دوتا حالت خارج نیست که خیلی دارن این کار انجام. البته شما میتونید با استفاده از افیلیت علی اکسپرس و سایت های دیگه هم استفاده کنید و این صرفا یک مثالی بود که خیلی ها در پینترست با استفاده از این افیلیت پروگرام دارن کار میکنن. اگر آموزش آموزمون رو دوست داشتید، برای حمایت حتما لایک کنید. دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن حتما پیجمون رو سابسکرایب کنن و دکمه زنگوله رو هم بزنن و آموزش های بعدی که در صفحه میاد رو از دست ندید.